الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت شما شایدان عزیز امیدوار استم خوب و سعتمند و سرحال باشین و شما رو خوش آمدید میگم به مکتب تمدن و یکی دیگری از درس های فیزیک صنف 11 امروز اناوینی اینه که ما و شما با, یک با هم میخانیم عبارت از اوتومایزر یا اترپاش است و همچنان بالهای تیاره و قوه محرکه بلند کننده یا داینامیک لفت صفحه 203 و 204 کتابتان این دو تا عنوان ما و شما میخانیم اولین انوانی که ما و شما میخوانیم اوتومایزر است یایی که عطر پا شما دیدین در زندگیتان بعضی وقت خودتان عطر زده نه ایره فشارش دادین و عطر زدین در خانه یا ای که شیشه پاک کن اگه داشته باشین مثلا میخوای آینه ها را یا شیشه ها را پاک کنین از شیشه پاک کن استفاده کردین اینال ما شما قبل خب ازی که چگونگی کار بخوانیم میریم یک بار ببینیم عملکرد شیشه پاکن و یا ای که را که پاش میتین چگونه هست اینجا یک دانه شیشه پاکون هم داریم به خاطر از است که عمل کرد و چگونگی همی شیشه پاکنه هم بر شما بگیم شما حتما از این قسمت فشار میتین روی شیشه یا آینه های خانه تان و از اینجا چی میشه همون ای که داخلش هست بیرون می این چگونه کار میکنه چه کار ما را آسان ساختن؟ چگونه کار میکنه؟ قانون برنوله یادتان مانده گفتین که با سرعت و فشار رابطه چی داشت با یکی غیر مستقیم داشت اگر سرعت زیاد بود باز فشار کم است باز میبینید حسه پایینش باز چی میشه فشار زیاد میشه و سرعت کم ببینید اگر از اینی قسمت ما فشارش بتیم نه اینجا هوا به سرعت داخل میره نه تو فشار بتیم یعنی اینجا سرعت هوا زیاد میشه سرعت هوا زیاد شد اینی مای توسط اینی پایپی که اینجا است چی میشه چون اینجا هوا به فشار داخل شده میره در اینجا هوا سرعتش زیاد است در سرعت هوا خلا شد دیگه یعنی تقرب به صفر میکنه باز باید چی شد؟ آفری فشار زیاد شد نظر به قانون برولی بر خب فشار که زیاد شد باز چی میشد؟ اما مایه بوده اگه یا او کاغذ که با گفتم پف کنه نه به سمت بالا دمیده میشد یا گفتم وقتی پای پا و سراخ میکنین فوران میکنه آب بالا او هم یک کار میکنه به ما اینجا ف... بس سرعت فشار میتیم یعنی فش... سرعت هوا زیاد شود داخل بره و در این اینجا باز در فشار, میه. فشار زیاد میشه فشار که زیاد شد مایه پس چی میشه؟ به بیرون رانده میشه خب بیایم یک بار امیر عملا انجام بتیم که این اینجا سرعت هوا زیاد اینجا فشار میتونم سرعت هوا زیاد شوه. هوا به سرعت داخل بره وقتی که سرعت هوا تقرب به صفر بیکنه اینجا فشار زیاد میشه فشار که زیاد شد نظر به قانون برنوله میفهمیم چی شد باید آف فوران کنه بیه به سمت بالا بینم کار ما انجام بتیم ما و شما با هم یک جای یک کمکی نزدیکتر میگیریم شما درست واضح ببینین ببینید میره فشار میتام آب با سرعت هوا به سرعت داخل میره درست است دیدین هوا به سرعت داخل رفت و مایه دوباره چون پایین فشار زیاد شد فشار که زیاد شد بالا آمد یک دفعه دیگه ببینید خب شما دیدین چگونگی عمل کرده پاش و همچنان شیشه پاکن عطر پاش ما حالت عمل میکنه درست است دیگه چی را دیدین که همین قسم وقتی که هوا را به سرعت داخلش کردین شده؟ آب بیرون رانده شده فشار قسمت پایین زیاد بوده اگر شما در تفلیت یا ها های آبی برادر خواهر تانو متوجه شده باشین در اینجا آب که پر اما از یک فشار میده آب باد میشه در بازی که استفاده کرده اینی هم عمل کرده اینه مثل اترپاش پاش است یا مثل اوتومایزر یا اینه میچی است حالت شیشه پاکن است هوا را به سرعت داخل میشه وقتی هوا به سرعت داخل شد و سرعتش در اون قسمت داخل یا تحتانی چی میشه مساحی به صفر یا تقرب به صفر میکنه وقتی سرعت کم شد باز اونجا چی میشه فشار به حد اعظمیش میرسه فشار که به حد اعظمی رسید آب چی میشه بلند میه دیگه چی باد باشه چی آب باشه گازات این همی در سو چی میه به سمت بالا فوران میکنه خب حالا ما فهمیدیم چگونگی کار کرده عطر پاش و اوتومایزر و در قانون برنوله بیایم یک چیز دیگر ببینین به اساس قانون برنوله و متمادیت چگونه تیاره به هوا بلند میشه شاید شما وقتی که خرد بودین یا من خودم وقتی که خورد بودم سنف بودم اش بودم فکر میکردم ماشین تیاره بسیار قوی است خب ماشین تیاره زیاد قوی است که یک دکمه حتما میزنه تایاره بلند میشه من همیشه میتون تصور میکردم شاید شما هم اما یک فکر کنین یا وقتی که خوردتر بودین حالا بیاییم میبینیم که چگونه واقعا اما تو یک چیز است یا دلیل بلند شدن تیاره و ماشینش نیست کدام ملت دیگه ای وجود داره از قانون برنوله چقدر استفاده ها شده میبینین حتی تیاره به اساس قانون برنولی بلند میشه چی رقم؟ همین رقمی که اطرپاش اینال دیدیم که آب آمد بلنده بینمی اساس باز تیارام بلند میشه یه نیست که ماشین تیاره بسیار قوی باشه یک دکمه رو بزند و خود به خود بلند شده شما دیدین یا میدان هوایی رو شاید دیده باشین یک ساحه بسیار وسیع و بزرگی است وقتی تیاره میخوای پرواز کنه اول هم تو راسن که نمیشه که پرواز کنه اول به سرعت زیاد پیشرو حرکت میکنه بسیار فاصله زیادی را به سرعت زیاد به سمت پیشرو حرکت میکنه بعد از بازم تو کم کم بلند میشنه خواه اینال فهمیدیم دلیل بلند شدنشون موتور یا ماشین قوی تیاره نیست اونمون باد است و اینمی فشار و سرعت است که تیاره چی میشه بلند میشه اگر اینجا فرض کنین یک بال تیاره است ساختار بال تیاره ببینی قسمتش گل ساخته میشه بعضی ها دیده باشه چگونگی عمل کرده هوا در بالهای تیاره موقع پرواز وقتی تیاره به سمت پیشرو میرنه بسیار به سرعت زیاد باد هم به سرعت زیاد میوزه در مقابلش شاید شما در وقتی را که ما گفتیم با چتربالها ها اگر یاد شما مانده باشه یا پراشوت که بلند میشد نه وقتی شخص میدوید مقابل خلاف باد باز باد چی میشد سبب بلند رفتنش میشد این حالت هم یعنی تیاره به سرعت زیاد پیشرو میره و اینمی بادها قسمی میخوره به بالهای تیاره و سبب بلند شدنش میره بال به سرعت میخوره به سرعت که به قسمت فوقانی و بالای بال تیاره خورد چه میشه سرعت زیاد است در قسمت بالا چی است؟ سرعت زیاد است و ما و شما از قانون برنامه میفهمیم که اگه در بالا سرعت زیاد بود پس برعکس فشار کم است فشار که کم شد خیده پایین چی میشه؟ در قسمت تحتانی بالهای تیاره با سرعت کم است دیگه سرعت باد کمه میبینه اینجا باد زیاد شده سرعتش سرعت باد کم است خیلی سرعت که کم بود فشار زیاد است فشار که زیاد بود سبب چی میشه بلند شدن می تیاره میشه یا شاید در فیلم ها هم شما دیده باشین در فیلم های جنگی مثلا من یک بار دیدم که یک دانه بال تیاره کنده شده بود یه بالش که کنده شد چی شد با سقوط کرد تیاره باز ما گفتیم چی تو که این حال شما می که علتش چیست؟ این نمی بال که نباشه یا اندکی در زاویش کم و زیادی به وجود بیه یعنی او مثلا کج ساخته شود چی میشه؟ اصلا تیاره بلند نمیشه یا سقوط میکنه یا سبب غلطش تیاره میشه که اگر اینمی به زاویش به 15 درجه برسه بسیار دقیق ساخته میشه این بال تیاره زاویش با قسمت افقش 15 درجه برسه چی میشه سبب غلطش تیاره بشه شما شاید موشک ها را دیده باشید نه موشک هایی که تو در که حرکت میکنه تو غلطه کن میزن حرکت میکنه اونو علتش ساختار نوعیت بالهاش دیدین که موشک ها فرق میکنه با تیاره یا تیاره جت با تیاره مسافر بری ساختارش فرق میکنه چون این تیاره نمیتونه غلطک بزنه نه اگه در صورت اگه زاویش کمکی تغییر کنه غلطک بزنه سقوط میکنه ولی او جیت ها که است با ساختارش و نوعیتش فرق میکنه که با غلطک هم میتونه کچی شوه پرواز کنه این حال بعضی از اینجا یک ای بار نشان دادیم که اینجا فشار زیاد شده اینجا فشار کم است و سبب بلند رفتن تیاره میشه و در قسمت بخش های مختلف هواپیما رو و کارکردش رو شما نشان داده در دا این قسمت خو از شروعش ببینیم که کابین است در پیش روی ما در درس های قبلی اگه یاد شما مانده باشه گفتیم کابین که در دا داخلش هوایش چی بسیار فشارش تعیین شده است که تغییر فشار نبیه بالاش خواست نه اینی ای کابین است یا فرماندهی یا کنترل از اینجا میشه این خود بدنه تیار است و اینجا هم که بالهایش است که افزایش نیروی بالا برنده که نشان داده یعنی قوه محرکه یا داینامیک لفت که گفتیم دین قسمتش است که سبب چی میشه بلند رفتن تیاره میشه و این میبینی بسیار یک کمی از تیاره تحت یک زاویه بلند شده ای باز زیاد شد باز کمی فشار زیاد شد بخی تیاره دور میخوره باید میگه اندازه ثابت تعین شود دیگه اینجا خو ترمزش نشان داده و افزایش نیروی بالابرنده که اینی دو قسمت در قسمت وسطش است و اینی بالهایی که در عقب تیاره هم هست یا مهم است در کنترل فشار کنترل سرعتش ببینین نیروی زاویه سودی یا نزولیش است اینی زاویه هاشون بسیار دقیق تعیین میشه تغییر گردش ارزی است کنترل حرکات ارزی توسط چی میشه اینی قسمت های های پشت سر تیاره میشه این دو تا دو تا بغل که از بالهایش در قسمت وسطش قوه بلند کننده است نیروی بالا برنده بال هست که در قسمت تحتانیش فشار زیاد است و اینجا هم کنترل کننده زاویه سودی و نزولی است که این زاویهش باید هیچ چی نشه گفتیم کم و زیاد نشه اگه این زاویهش به پانزه درجه برسه یعنی از پانزه کمی بالا شود چی میشه؟ چون فشار که زیاد شد تیاره سبب چی میشه؟ غلطش میشه خب شاگرده خب این حال ما اون شما فهمیدیم که چگونگی کار کرده اترپاش چه قسم بود و وقتی اترپاش فهمیده باشین باز چگونگی بلند شدن تیاره رو میفهمید گفتیم آبی که توسط همون نل به اترپاش بلند میامد چگه قسم بلند میامد؟ ما سرعت هوا رو به سرعت داخل اترپاش می ساختم. وقتی که داخل ساختیم سرعت اونجا خلاش صفر میشه بعد از او فشار زیاد میشه فشار که زیاد شد آبی که در دا داخل عطر ما هست یا داخل امو شباکان ما هست میایی به بالا خب این که فهمیدیم این حال نویت چی رو فامیدین شما؟ نویت پرواز تیارم دیگه حال نمیگیم تیاره ماشینش بسیار قوی است و سبب چی میشه پرواز میشه میفهمیم که علت بلند شدن تیاره چی بوده آفرین اینی می بادی که میوزه به سرعت به تیاره میخوره به بالهای تیاره میخوره و سوال چی میشه ایتو بلند میکنه تیاره رو بعد از اون دیگه تیاره توسط ماشین خودش حرکت میکنه ایناله امروز ما و شما در این مولد معلومات به دست آوردیم و درس امروزی ما در قسمت به پایان میرسه تا درس بعد و روز بعد الله یار و مددگارتان